خب در خصوص این دستگاه پمپ انفوزیون، این دستگاه در واقع مدل بیبران از سری پی هستش. قبل از اینکه شما بخواید دستگاه رو روشن کنید، باید استاتوسرم رو تعبیه کنید داخل دستگاه. برای اینکه در دستگاه رو باز کنید، اینجا یه دکمه وجود داره که وقتی این دکمه رو بزنید در دستگاه باز میشه. خب همون اول راه اینجا یک نقشه وجود داره که در واقع نقشه راه هست و به ما میگه که استاتوسرم ما چجوری باید تعبیه بشه داخل این دستگاه. همونجوری که میبینید در مرکز این دستگاه یک شیاری وجود داره که محل عبور استاتوسرم هست. منتها بالاتر از دستگاه، یعنی اینجا یک گیره وجود داره که میگه آقا استاتوسرم شما از اینجا باید رد بشه و این مسیر رو طی کنه. حالا یه نکته دیگه هم میخواد به ما بگه، میخواد بگه که آقا سطح سرم شما همواره باید بالاتر از سطح پمپ سرم باشه. خب ما این ست رو اینجا وصل میکنیم و ست رو در این شیار رد میکنیم تا به آخر برسه. حالا ببینید اینجا دو تا، نه حالا اینو بزنم کنار، اینجا دو تا در واقع چشم وجود داره، یکی چشم فشار هست و یکی چشم ایر هستش. این در واقع اگر جلوی مسیر بسته باشه، این سنسور هست که میفهمه فشار به ست وارد شده و در واقع آلارم پرشر میزنه. و یک سنسور دیگه هم اینجا وجود داره، یک چشم دیگه هم اینجا وجود داره که چشم ایر معروف است، معروف به چشم هوا، که اگر داخل ست سرم ما هوا وجود داشته باشه، در واقع این دیتکتش میکنه و آلارم میزنه. خلاصه وقتی این ست سرم رو شما داخل این ارزن با حضور شما شیار تعبیه کردید، میای این در دستگاه رو میبندید به این صورت. خب حالا میبینید اینجا یه دکمه آن و آف داره که این هستش. شما این دکمه رو که نگه دارید و فشار بدید، دستگاه روشن میشه. خب یه صدای بوق همون اول بسم الله شما شنیدید که در واقع این صدای سلف تست دستگاه است. یعنی دستگاه هر موقع میخواد روشن بشه، خودش رو تست میکنه. خب ببینید همون اول اینجا نوشته tubing type. یعنی چی؟ یعنی نوع لوله رو مشخص کنید. یکیش نوشته گروپ و یه گزینه پایین yes داره، یه next داره. خب ما میگیم آقا این در واقع گروپ مال میکروست هست. وقتی دکمه next رو من فشار بدم، یک گزینه میاد به اسم intrafix، داخلش هم نوشته استاندارد. این منظور ست سرم هست. پس وقتی intrafix و استاندارد میاد، منظور ما در واقع ست سرم هست. حالا اگر در واقع بیمار ما وست بود، یعنی سرم براش وست کردیم، گزینه intrafix رو انتخاب میکنیم. اگر نه با میکروست میخوایم یک دارو رو در واقع انفوزیون کنیم، گزینه next رو میزنم و دوباره گروپ میاد، گروپ رو انتخاب میکنم. حالا وقتی در واقع اون تیوبم رو انتخاب کردیم، دکمه yes رو میزنم. خب وقتی دکمه yes رو بزنم، الان ما سه تا عدد اینجا داریم. یکی اینجا وجود داره که نوشته میلیلیتر در واقع در ساعت، میلیلیتر در ساعت. یک گزینه اینجا وجود داره به اسم والیوم و یکی هم اینجا وجود داره به اسم تایم. خب مشخصه که ما میخوایم چیکار کنیم دیگه. ما یک حجمی از دارو رو تا یک زمان خاصی میخوایم به بیمار بدیم. مثلا میگم همون مثال نوزادی که خدمت شما عرض کردم، 100 سی سی سرم رو تا 8 ساعت میخوای وارد بدن نوزاد کنی. خب برای اینکه در واقع من بتونم حجم رو انتخاب کنم، اول دکمه والیوم رو میزنم. ببینید وقتی دکمه والیوم رو میزنم، یه فلش اینجا ظاهر میشه و اینجا داریم به شما میگه تارگت والیوم، یعنی چقدر حجم میخوای به مریضت بدی. حجمت رو انتخاب میکنیم. مثلا من گفتم 100 سیسی، پس من 100 سیسی رو نوشتم اینجا، تارگت والیوم من شد 100 سیسی. خب بعد دکمه والیوم رو که بزنم، این دیگه در واقع داخل حافظه این دستگاه ثبت شده، خودش هم اینجا نوشته که 100 سیسی والیوم شما ثبت کردید. حالا دکمه بعدی تایم هست، من تایم رو انتخاب میکنم. حالا میگه آقا این 100 سی سی سرم طی چه مدت زمان وارد بدن بیمار شما بشه. ببینید اینجا هم نوشته تارگت تایم، یه H داره یعنی ساعت و یه M داره یعنی مینیت. مثلا من میگم 8 ساعت، خب من یه 8 رو میزنم، الان چه عددی نوشته؟ نوشته 8 مینیت، ولی من 8 مینیت رو نمیخوام، 8 ساعت رو میخوام. مجبورم یه صفر دیگه بزنم، الان شد 80 مینیت. یه صفر دیگه میزنم، این 8 میاد اینور، الان شد 8 ساعت میزون. درسته؟ پس یادتون باشه تایمی که شما میدید رو حتما دقت کنید ببینید شد 8 ساعت یا نه، الان شد 8 ساعت. خب بعد دکمه تایم رو که میزنم، این تایم هم وارد حافظه دستگاه میشه. پس تا الان چی شد؟ میگه آقا شما میخواید 100 سی سی مایع رو طی 8 ساعت وارد بدن مریض کنید. شما دکمه ریت رو که بزنید، خود دستگاه تعداد قطرات رو برای شما حساب میکنه. من دکمه ریت رو میزنم، شد 12 و نیم قطره. یعنی چی؟ یعنی اگر این دستگاه 12 و نیم قطره در دقیقه، چون میدونید اینجا نوشته میلیلیتر در ساعت، میلیلیتر در ساعت برابر با قطره در دقیقه است، اینم شما بدونید. پس این در واقع دستگاه اگر 12 و نیم
سی در ساعت برای بیمار مایع انفوزیون کنه، نهایتا طی 8 ساعت 100 سی سی مایع در واقع برای مریض انفوزیون میشه. خب بعد که در واقع این کارا رو انجام دادیم، ما یه دکمه اینجا وجود داره نوشته استارت استاپ، یعنی وقتی من این رو بزنم در واقع شروع میکنه به انفوزیون، الان شروع داره میکنه به انفوزیون. حالا وقتی بخوام استاپش کنم دکمه استاپ رو میزنم و عرضم به حضور شما در واقع انفوزیون من استاپ میشه. دوباره اگر بخوام استارت بزنم دکمه استارت و استاپ هم دکمه استاپ رو میزنم. خب این یک مورد هستش. پس فرض کنید الان مثلا میگم که آقا 100 سی سی سرم داره برای مریض داره میره. حالا فرض کنید همون لحظه میایم اوردر میکنیم، میگیم آقا این 12 قطره رو کنید 8 قطره. مثلا میگم حالا فرض نکنید سرم، فرض کنید که مثلا با 12 و نیم قطره نالوکسون داره برای مریض داره میره. حالا بیمار من مثلا ویدرال شده، من میگم 12 و نیم قطره برای زیاده، بیا اینو کن 8 قطره. چجوری تبدیلش میکنی به 8 قطره؟ فقط کافی دکمه 8 رو بزنی، دوباره اینجا برات گزینه ریت میاد. یه ریت که بزنی در واقع الان شد 8 قطره. حالا فرض کنید مثلا میگم فرض کنید الان مثلا داروی دوپامینه، با داروی 8 قطره داری میره. حالا من میگم آقا فشارش همچنان پایین، فایده نداره، این 8 قطره رو شما کنید 10 قطره. فقط کافیه دکمه 10 رو بزنید و روی دکمه ریت کلیک کنید، میشه 10 قطره. پس اگر خواستید قطرات رو کم و زیاد کنید، فقط تعداد قطره رو وارد میکنید، دکمه ریت رو میزنید. مثلا میگم میخوام کنمش 20 قطره، 20 رو میزنم، دکمه ریت رو میزنم، میشه 20 قطره. خب حالا بیایم یه سناریو دیگه مثال بزنیم. فرض کنید یه اوردری شده که مثلا میگه بیمار 5 میکروگرم پر مینیت تی ان جی بگیره. ما اومدیم داخل محاسباتمون گفتیم که آقا اگر ما در واقع بردیم داخل همون فرمول 6000 ضرب در 5 میکرو تقسیم بر 10000 میکروگرم، یه عددی به ما داده 3 قطره. پس ما اومدیم یه میکروست پر کردیم که 10 میلی گرم تی ان جی ریختیم داخلش، طبق محاسباتی که ما انجام دادیم شد 3 قطره در دقیقه باید بیمار ما این محلول براش انفوزیون بشه. خب دکمه آن آف رو میزنم، سلف تستش رو انجام داده، بعد میاد اینجا میگه تیوب، در واقع تیوبینگ تایپت رو انتخاب کن. من میکروست دارم، روی گزینه یس میزنم، پس یس. پس الان وارد میکروست شدم. خب الان والیوم داریم، تایم داریم و قطره داریم. من قطره رو خودم حساب کردم، گفتم فرض کنید یه بیماری میگه 5 میکروگرم پر مینیت تی ان جی برای شارژ بشه. حالا این بیمار رو من بردم داخل محاسبات شد 3 قطره. پس من همون اول بسم الله دکمه 3 رو میزنم، میشه 3 قطره. پس من میخوام این محلولم 3 قطره در دقیقه بره. خب حالا والیوم رو انتخاب کن، میگه آقا این محلول چند سی سیه؟ مثلا من میگم 100 سی سی هستش، درسته؟ پس الان شد 100 سی سی. دکمه والیوم رو هم که بزنم، پس شما 100 سی سی از این محلولت قراره با سرعت 3 قطره در دقیقه یا 3 سی سی در ساعت در واقع انفوزیون بشه. خودش اینجا یه تایمه به شما داده، میگه این 100 سی سی شما اگه قرار باشه با 3 قطره در دقیقه بره، هول و هوش 33 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. خب پس خودش محاسبه کرده. دکمه استارت رو که بزنم شروع میشه به انفوزیون. پس این هم یک سناریو بوده.